درود بر شما میهن پرستان ایرانی. در آدینه دیگر با خبر و تحلیلی بسیار مهم در خدمت شما هستیم. پیام بی سابقه آمریکا به جمهوری اسلامی: عدم عقب نشینی از حمله به اسرائیل مساوی با از بین رفتن تأسیسات اتمی نظام. قیمت نان سر به فلک کشید. کوچک شدن سفره ایرانیان در پی غارتگری رژیم ضد ایرانی. قبل از مشروع این اخبار از شما یاران کانال میخوایم همین الان ویدیو رو لایک کنید و در آخر برنامه نظر خودتون رو به فارسی و انگلیسی برای ما کامنت کنید. من از همه شما هموطنان عزیزم میخواهم تا به ایران فکر کنیم. پیام بی سابقه آمریکا به جمهوری اسلامی: عدم عقب نشینی از حمله به اسرائیل مساوی با از بین رفتن تأسیسات اتمی نظام. در خبری بسیار مهم و به نقل از خبرگزاری آکسیوس، ایالات متحده حدود 18 ناو جنگی از جمله 2 ناو هواپیمابر را در خاورمیانه و اطراف آن مستقر کرده است تا جمهوری اسلامی ایران و گروه‌های نیابتی آن را از حملات احتمالی که می‌تواند به جنگی همه جانبه با اسرائیل تبدیل شود باز دارد. در این گزارش آمده که طی روزها و هفته‌های گذشته دولت ایالات متحده از چندین کانال ارتباطی خود با جمهوری اسلامی پیام‌های مهم و بی سابقه‌ای را به رهبر جمهوری اسلامی رسانده است. در یکی از مهمترین این پیام‌ها آمده که در صورت هر گونه حمله به خاک اسرائیل توسط سپاه پاسداران و نیابتی‌هایش، ارتش ایالات متحده جوابی پشیمان کننده به جمهوری اسلامی خواهد داد. منابعی به آکسیوس گزارش دادند که فرماندهان نظامی آمریکا طرحی را آماده اجرا دارند که در صورت حمله جمهوری اسلامی به اسرائیل با حمله همه جانبه تأسیسات هسته‌ای نظام در عمق خاک ایران را هدف قرار می‌گیرد. فرمانده ناو هواپیمابر آمریکا در خلیج فارس همچنین متذکر شد مقامات ایرانی هشدار آنها را جدی گرفتند و در هفته‌های اخیر از حرکات ایذایی و تحریک‌آمیز به سمت ناوهای آمریکا پرهیز کردند. یکی از این فرماندهان به حادثه‌ای که هفته گذشته در خلیج فارس به وقوع پیوست اشاره کرد و گفت قایق‌های مزاحم سپاه به چند صد متری یکی از ناوهای آمریکایی رسیدند و ایجاد مزاحمت کردند. بعد از مکالمات رادیویی و هشدار کلامی، هلیکوپترهای ارتش آمریکا با شلیک چند تیر آنها را مجبور به ترک منطقه کردند. این منابع با آکسیوس گفتند که این پیام می‌تواند آخرین فرصت جمهوری اسلامی برای عقب نشینی از مواضع جنگ طلبانه و بازگشت به میز مذاکره برای حل و فصل برنامه اتمی‌اش با غرب باشد. علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی روز سه‌شنبه ششم شهریور ماه در دیدار با مسعود پزشکیان و اعضای جدید هیئت دولت عنوان کرد: آدم با دشمن در یک جایی تعامل بکند مانعی ندارد، اما با آنها امید نداشته باشید. ما به دشمن امید نبندیم. برای برنامه‌هامون منتظر موافقت دشمنان، کسانی که با ما این منافات نداره با اینکه با همون دشمن آدم در یه جایی تعاملم بکنه مانعی نداره، اما امید به اون نبندید، اعتماد به دشمن نداشته باشید. اظهارات رهبر جمهوری اسلامی طبق معمول بلافاصله از سوی دستگاه تبلیغاتی حکومت به عنوان چراغ سبز و نشانه‌ای از تمایل حکومت به سرگرفتن مذاکره با آمریکا بر سر برنامه هسته‌ای تعبیر و تفسیر شد. به دنبال آن برخی منابع خبری بین‌المللی نیز مانند گذشته با خوشبینی ساده‌اندیشانه این موضع رهبر نظام را بازتاب دادند. از جمله خبرگزاری آسوشییتد پرس که در این باره نوشت: رهبر ایران درها را به روی مذاکرات مجدد با ایالات متحده بر سر برنامه هسته‌ای باز کرد و به دولت این کشور اعلام کرد که تعامل با دشمن مانعی ندارد. به گزارش آکسیوس به نظر می‌رسد سال 2024 سالی پر از تنش و حادثه برای نیروی دریایی ارتش ایالات متحده باشد. برخی از این کشتی‌های جنگی فعال در دریای سرخ و خلیج عدن ماهاست که با شورشیان حوثی در یمن وابسته به جمهوری اسلامی ایران درگیرند و اکنون نیز نیروی دریایی و نیروی هوایی ارتش ایالات متحده با هدف نمایش قدرت و تجهیزات نیروی نظامی بیشتری به منطقه اعزام کردند. علاوه بر دو گروه ناو هواپیمابر که حالا در خاورمیانه فعالیت می‌کنند، یک اسکادران از جنگنده‌های F-22 نیروی هوایی ارتش آمریکا نیز به منطقه رسیدند و USS Georgia زیر دریای مجهز به موشک هدایت شونده نیز در نزدیکی منطقه مخفی شده است. آکسیوس یادآوری می‌کند افشای مکان یا مقصد یک زیردریایی مانند USS Georgia که می‌تواند به کلاهک اتمی مجهز باشد، یک اتفاق نادر اما هدفمند و با برنامه است. برایان کلارک، مدیر مرکز مفاهیم و فناوری دفاعی در مؤسسه هادسون، در گفتگو با آکسیوس تاکید می‌کند که با توجه به این وضعیت به راحتی می‌توان گفت که بیش از 500 موشک آماده حمله به ایران و بیش از 100 هواپیما نیز برای دفاع از متحدان آمریکا و پاسخگویی به حملات آنان در منطقه حضور دارد. البته متمرکز شدن قدرت آتش ایالات متحده در خاورمیانه موجب شده است اولویت دیرینه و برنامه‌های ثابت وزارت دفاع این کشور برای چرخش به سمت اقیانوس هند و اقیانوس آرام به هم بخورد. کلارک در این باره گفت این تجمیع ناوهای جنگی بر توانایی نیروی دریایی آمریکا برای حفظ حضور قوی یا بالا بردن ظرفیت واکنش در اقیانوس آرام تأثیر می‌گذارد، زیرا بسیاری از این ناوها سال آینده باید در دوره‌های تعمیر و نوسازی قرار بگیرند. این در حالی است که سرلشکر پترایدر، سخنگوی پنتاگون، مدعی شده است که این وزارتخانه می‌تواند همزمان راه برود و آدامس بجود. به عبارتی همزمان چندین کار یا مسئولیت را به خوبی انجام دهد. حزب الله لبنان روز یکشنبه هفته جاری حمله موشکی و پهپادی به اسرائیل انجام داد، اما اسرائیل مدعی شده که از طریق حملات پیشگیرانه تا حدود زیادی آن را کمرنگ یا بی‌اثر کرده است. این حمله موجب شد ایالات متحده احتمال حملات بیشتر و انتقام جویانه ایران یا حوثی‌های یمن از اسرائیل بابت ترور اسماعیل هنیه و فرماندهان حزب الله لبنان را برای روزهای آینده پیش بینی کند. تلویزیون MTV لبنان نیز به تازگی و به نقل از منابع آمریکایی گزارش داد که وابسته‌های نظامی چند کشور عرب خاورمیانه از جمله لبنان روز چهارشنبه هفتم شهریور به وزارت دفاع آمریکا احضار شدند و در جلسه‌ای با حضور مقام‌های پنتاگون شرکت کردند. بر اساس این گزارش، آمریکایی‌ها در این جلسه به این وابستگان نظامی هشدار دادند که حمله انتقام جویانه جمهوری اسلامی به اسرائیل ظرف 2 تا 3 روز آینده انجام می‌شود. MTV لبنان به نقل از منابع آمریکایی افزود که حملات جمهوری اسلامی به منظور جلوگیری از وقوع جنگی گسترده‌تر در منطقه محدود خواهد بود. همزمان خبرگزاری فرانسه نیز به نقل از منابع امنیتی لبنانی گزارش داد که ارتش اسرائیل در حملات هوایی شبانه به 2 کامیون حامل موشک‌های حزب الله در 10 کیلومتری پایگاه این گروه شبه نظامی در بلبک واقع در شرق لبنان حمله کرد. یک منبع امنیتی لبنانی گفت که یکی از این کامیون‌ها هدف قرار گرفته و صدای انفجاری زنجیروار به گوش رسیده است. وزارت بهداشت اسرائیل شامگاه سه‌شنبه از زخمی شدن یک نفر در این حملات خبر داده بود. یک منبع نزدیک به حزب الله نیز با تایید این حادثه گفت که مهمات درون این کامیون آتش گرفته است. قیمت نان سر به فلک کشید. کوچک شدن سفره ایرانیان در پی غارتگری رژیم ضد ایرانی. با وجود اینکه مسئولان دولتی ادعا می‌کنند افزایش قیمت نان در تهران به تصویب نهایی نرسیده، شواهد میدانی نشان می‌دهد که طی روزهای اخیر قیمت نان در برخی از نقاط پایتخت تا 2 برابر افزایش یافته است. خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضاییه روز چهارشنبه 7 شهریور با استناد به بررسی‌های میدانی افزایش 2 برابری قیمت نان در برخی نانوایی‌ها را تایید کرد و نوشت نان سنگک که تا چند روز پیش در نانوایی‌های آزادپز دانه‌ای 5000 تومان فروخته می‌شد حالا 10000 تومان شده است. قیمت نان بربری هم که پیش از این 3000 تومان بود 5000 تومان شده و قیمت نان تافتون هم با افزایش 2 برابری از 1000 تومان به 2000 تومان رسیده است. افزایش قیمت نان به نانوایی‌های سطح شهر محدود نیست و نانوایی‌های آنلاین را نیز شامل می‌شود، به طوری که نان سنگک 8000 تومانی این نانوایی‌ها بسته به اینکه کنجدی باشد یا با سیاه دانه و سبزی تا 15000 تومان هم فروخته می‌شود. 3000 تومان بود الان کردنش 5500. یه ذره کنجد فرستادن روش گفتن 5500. حالا کنجد در بین رفته همون 5500. یه ذره کنجد اضافه بکنن میشه 10000 تومان. بله من گیشا میشینم، سنگک دونه 5000 تومانی الان شده 10000 تومان. دقیقاً 20 روز یه ماه پیش قیمتی نونی که داشتیم می‌خریدیم با قیمت الان زمین تا آسمون فرق می‌کنه. چند روز پیش که صف نونوایی وایستاده بودم دیدم که یعنی توجه جلب کرده با اون دستگاهی که دولت واسهشون داده بوده که بر اساس این دستگاه نرخ‌ها تعیین کرده بودن حالا واسهشون. نون کشید مثلا اون نون ساده یه بار میزد، کنجده یه بار میزد، یه مشمع میزد. با وجود ادعاهای متناوب درباره پایداری قیمت نان، خبرگزاری ایسنا هم اذعان کرد که تغییر قیمت نان و یکسان نبودن قیمت در نانوایی‌های سطح شهر باعث سردرگمی و گلایه مردم شده است. افزایش قیمت نان محدود به تهران نیست. طی روزهای اخیر گزارش‌هایی از افزایش بی سر و صدای قیمت نان در شهرهای مانند کرمان، تبریز، قزوین و مشهد هم منتشر شده است. مدیر کل قلعه استان کرمان افزایش 25% قیمت نان با مجوز دولتی را تایید کرد و در تبریز نیز قیمت انواع نان از صبح چهارشنبه به همین میزان افزایش یافت. یاران و همراهان عزیز به پایان این بسته خبری رسیدیم. روز بر همگی خوش. پاینده ایران.